موزیکلند، جایی که خیلی ها ازش میترسن. موقعی که زندان بود من یه آهنگ برای ستار درست کردم به نام صدای بارون، بوی موهات زیر بارون، شعر مال اردلان بود، شعر گرفته بودم آهنگ گذاشتم روش. موقعی که اینو میساختم واقعا اشک از چشمم میومد، اینقدر این ملودی بود دوست داشتم. داریش رو زندان گفت من شنیدم، میدونستم مال چه، چون اسم اینجا نمی آوردن دیگه، فقط نوارا رو پخش میکردن. گفتم لعنت به تو بابک، نمیتونستی چهار روز صبر کنی من زندان بیام بیرون، این آهنگ منو دادی به ستار؟ چرا بوی موهات زیر بارون. نفرین آمرم ستار قرار بود بخونه، شهریار اومد خونه ما گوش داد، چون میمد برایش برنامه زنگوله ها میخواست شعر بگه و اینا، تو زیر زمین من تنها میذاشتمش که کار خودشو بکنه. حتی از بالا غذا بردارم بیارم پایین، دیدم پا تلفن داره صحبت میکنه، زنگ زده به داریوش گفته یه دونه آهنگ بابک داره اگه نخونی از دستت رفته. شهریارم نشست واقعا تا صبح این شعر گفت، هی چسبوندم به سیاست که این سیاسیه، گفتم آقا نیست، این دوست دخترش رو توی ایتالیا پدرش رو در آورده، داره نفرین به خودش میکنه که پدر اون دختر رو در آورده. یه شب نشست اینو گفت، گفت سبک شدم یه مقداری. شرمت باد این دستی که زمستون تو اون سرما ساعت 6 صبح در زدن تو تهران پارس، این از امیرآباد بلند شده اومده. رفتم در باز کردم، داریش تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت من اومدم اینجا جلو ماشینت بخوابم یا اون آهنگو بگیرم. قشنگ بود حرفش، گفت اونجا میخوام با ماشین ارومه رد شو ولی من آهنگو میگیرم بیرم. کدوم آهنگو؟ گفت شهریار گفته، من نشنیدم میخوام بیام بشنم. آخر چرا سر کردی؟ بعد این چسبون دادم به نمیدونم برای شاه و وزیر و شایر چوفر و فلان اینا. گفتم آقا این کار عاشقانه است، من میدونم این بچه عاشق کی بوده. اینو گفت، هرچه میگفتم قبول نمیکردم، نه این سیاسی تو حالید نی. این هم از نفرین نامه که برای ستار نوشته میشه ملودیش و با قلدری داریوش میگیره کارو، و اون هم جز کارهای بسیار شنیدنی و جذاب داریوش اقبالی شد. مطمئنن اگر با صدای ستار هم این کار منتشر میشد شنیدنی بود، شک ندارم این موضوع رو، به خاطر اینکه اصلا از ملودی مشخصه که این کار برای صدای ستار ساخته شده و مطمئنن میتونه جذاب باشه، اما با صدای داریوش هم چیزی کم نداشت کار. حالا به نظر شما این کار با صدای ستار جذاب تر بود یا صدای داریوش مناسب این کار بود؟ این شعر رو من به سیاوش قمیشی داده بودم، سیاوش قمیشی قرار بود خودش بخونه، بعد قرار شد بدیم به ماهین بخونه، بعد قسمت ایویش. قبله، ترانه مسعود امینی، ملودی سیاوش قمیشی، تنظیم کاظم عالمی، کاری بودی که به گفته مسعود امینی خود سیاوش قمیشی قرار بوده بخونه، بعد قرار بوده معین بخونه و بعد نصیب ابی میشه. با توجه به این که خب کار بسیار جذاب، اگه خود سیاوش قمیشی میخوند مطمئنن کار زیبایی میشد. اگر معین انتخاب میشد برای این کار، من دو تا کار رو از معین حضور ذهن دارم که سیاوش قمیشی ساخته، یکیش فرداست، یکی هم پرنده میشه پرنده باشی اما رها نباشی، این دوتا کار، و نمیدونم موفق میشد با صدای معین یا نه، اما از اونجایی که بهترین خواننده کارهای سیاوش قمیشی ابیه، به نظرم بهترین اتفاق همین بود که قبله با صدای ابی منتشر شد. البته که این کار یک جای دیگه هم توسط یک نفر دیگه هم خونده شده، ملودی سازی شده، خونده شده. نمیدونستم، نه به هیچ وجه میدونستم، نمیساختمش دیگه. الان یه چیز یادم میاد، حسن شمایزازی ها. یه دوری بود من حتی خیلی زیادم دیگر میدیم، زیادم با هم دیگه کار میکردیم،
حتی شمایی دادم این رو درست کرد با همین ملودی که شما گوش میکنی. الان که گفتی یه چیزایی رو به خاطر دارم. ولی آهنگ زیبا بود با خود حسن هم. حسن شمایی زاده هم این کار رو ساخته بود، ولی خب با توجه به ملودی که حسن شمایی زاده ساخت و اون چیزی که سیاوش قمیشی ساخت، الان اگر بخوام بگم میگم که خدا رو شکر این کار رو سیاوش قمیشی ساخت، ای بی اجرا کرد و خیلی جذابتر بود نسبت به ملودی حسن شمایی زاده به نظر من. برای دیدن نه نه، این کار قرار نبوده مهم بخونه. آخ 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 حادثه ها برای دیدن تو حادثه ها. اینو ما برای ابی نوشته بودم، از شعرهای زیبای اردلانه و بسیار دوست دارم این کار. ابی هو گذاشت رفت اروپا و بعد ابی گفت چرا این کاری کردی؟ گفتم برای اینکه شما اون کاری کردی، شما ما رو گذاشتی، ما شما رو گذاشتیم. به به، این کار قطعا میتونست با صدای ابی هم زیبا، شنیدنی، جذاب. اصلا حادثه ها، مگه میشه این کار اصلا با صدای کسی بد بشه؟ خیلی باید هنرمند باشی که یه کاری بکنی این آهنگ بد از آب در بیاد. بی نظیره. برای دیدن تو از حادثه ها گذشتم، کفر اگر نباشد این من از خدا گذشتم. این کار رو اگر ابی هم میخون دوست داشتم، اگر گوگوش هم میخون دوست داشتم، اگر داریوش هم میخون دوست داشتم، عارف هم میخون دوست داشتم. اصلا این کار بسیار جذابه. حادثه ها برامون بنویسیم به نظر شما اگر ابی میخوند دوست میداشتید این کار رو یا نه با صدای معین این کار رو دوست دارید. اسم این ترانه سوغاتی محسنی گفتش که اینو درست کنین من بخونم. ضمن ساختنش و رفتن و اومدن اینا هایده هم اونجا بودی، اینا خواهر بودن با هم دیگه، از کار همکی هم خبر داشتن. هایده به محسنی گفت این آهنگو بده من بخونم. آهنگ این ترانه از ساخته های محمد حیدری است با شعر بسیار لطیف و قشنگ از ساخته های اردلان سرفراز که ناصر چشم‌آزرم این آهنگ رو تنظیم کرد. بنازم واقعا، یعنی اینقدر قشنگ قاپید، از دست خواهر خودش قاپیده این کارو. روح جفتشون شاد، هم محسی هم هایده. شک ندارم که این کار با صدای محسی هم بسیار شنیدنی میشد، اما چه کنم که من هیچ صدایی رو نمیتونم با صدای هایده مقایسه بکنم و این نظر شخصی منه که این کار با صدای هایده جذابتر شد. نظر شما چیه؟ به نظر شما این کار با صدای هایده جذابه یا با صدای محسنی میتونست بهتر بشه؟ این دل منو توی تهرون من برای حسن قایدباشی ساختم. حسن قایدباشی نمیدونم یادتونه تهرون خواست خواننده بشه، اولین آهنگ هم که خون همین آهنگ من بودش. آهنگ خونده شد و بود و تا اینکه ما آمدیم آمریکا. آمریکایی که بودیم اینش هم اینجا بودیم، داریش هم اونجا بود. من گفتش که محمد من میخوام این آهنگ تو رو بخونم. گفتم که بخون. زندگی رو باختی دل من. داریش آهنگو داد به آندو، آندو تنظیم کرد، ولی آندو هم از حق و بنیسا آهنگو خوب تنظیمش کرد. دو نفر اینو خوندن، یکی حسن خیاطباشی، یکی داریش. حسن خیاطباشی برای کسایی که نمیشناسن، یه فکر میکنم یک برنامه داشت قبل از انقلاب به اسم شبکه صفر که اونجا خیلی هم از خواننده های مختلف، گوگوش، محسنی، هایده توی برنامهش رفته بودن. ویگن برنامه بسیار معروفی داشت، حسن خیاطباشی مجری هم بود. زمانی که توی ایران بود این میخواسته که خواننده بشه، اوریجینالش حسن خیاطباشی خوانندهش و بعدها داریوش. فکر می‌کنم توی آلبومی هم که منتشر کرد روی آلبوم نوشته بود که به یاد حسن خیاطباشی یا برای احترام به حسن خیاطباشی همچین چیزی نوشته بود و اسم حسن خیاطباشی هم به عنوان
خواننده‌ای که اولین بار این کار رو اجرا کرد بهش اشاره کرده بود داریوش اقبالی. خب حالا من صدای حسن خیاط باشی رو نشنیدم، اما مطمئنم که ملودی و ترانه دل من با صدای داریوش اقبالی یکی از بهترین کارهایی که شنیدم و خوشحالم که این کار رو داریوش اقبالی هم اجرا کرده.